شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید. با سلام خدمت شما همراهان عزیز رادیو آزادگان، ضمن تبریک سال نو، امیدوارم که امسال سال سبزی برای شما توأم با آزادی زندانیان سیاسی و بالاخص آزادی وطنمون ایران عزیز باشه. در خدمت شما هستیم با بخش اخبار هفته در آخرین هفته سالی که در خدمت شما هستیم. اما اخبار این هفته: 5 روز بازداشتی شورای شهر رشت را از حد و نصاب انداخت. جلسات شورای اسلامی شهر رشت به دلیل از حد و نصاب افتادن که ناشی از دستگیری‌های اخیر تعدادی از اعضای این شورا می باشد تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. اخیراً 5 عضو شورای اسلامی رشت نیز با اتهامات مالی با حکم مقامات قضایی استان بازداشت شده است. قبلا و در اواخر بهمن ماه گذشته رئیس و 1 عضو شورای اسلامی و نیز در اوایل اسفند ماه جاری 2 عضو دیگر شورا در همین راستا بازداشت شده بودند که با احتساب بازداشت اخیر شورای اسلامی شهر رشت از این پس فاقد حد و نصاب خواهد بود و تا اطلاع ثانوی جلسات آن برگزار نخواهد شد. فرماندار تهران پیشاپیش صحت انتخابات آینده را تایید کرد. فرماندار تهران با تایید پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت در انتخابات سال آینده حتما شبهه وارد خواهد شد، اما من از الان در مورد اینکه شبهات و اشکالات صحت دارد میگویم که عصر تا صد آن دروغ محض است. به گزارش ایسنا، این موضوع را عیسی فرهادی در 1 نشست خبری عنوان کرد و با بیان اینکه 99 گردان عاشورا از بسیج مستضعفین در انتخابات آینده آماده باش هستند. وی اظهار کرد که گرچه انشالله نیازی به استفاده از آنها نخواهد بود، ولی تدابیر لازم در این بخش فراهم شده است. اما وکیل ستار بهشتی گفته که پرونده باز است، شوک روانی و فیزیکی هم قطعا توسط بازجو وارد شده. در حالی که مسئول پیگیری پرونده ستار بهشتی گفته است شوک روانی و فیزیکی دلیل مرگ ستار بهشتی است، وکیل او معتقد است که شوک قطعاً توسط بازجو به ستار بهشتی وارد شده است. با گذشت چندمی ماه از مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه فتح هنوز دادگاهی برای او تشکیل نشده است و تا کنون اظهار نظرهای متناقضی در خصوص پرونده وی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار شده است. در آخرین اظهار نظر رسمی که از سوی مهدی دوادکری نماینده مجلس عنوان شد، وی ادعا کرد که این پرونده بسته شده است، در حالی که گیتی پرفازه وکیل خانواده بهشتی میگوید چنین چیزی صحت ندارد و پرونده هنوز در مرحله مقدماتی است. گوهر عشقی و سحر بهشتی در دیداری که فخر و سادات محتشمی با آنها دیدار کرده است گفتند که بعد از تصادف عجیب داماد خانواده که زمینگیر شده است، خواهرش پرونده را دنبال میکند. انتخابات آزاد به روایت جنتی. هر کس می تواند با 1 شناسنامه و 4 عکس ثبت نام کند. وی با اشاره به بحث انتخابات گفت حرف در این باره بسیار زیاد است. در هر صورت مسلم است که ما به مدت 32 سال انتخابات آزاد داشتیم و مردم سالاری دینی حاکم بوده است و البته در دنیا نیز یک الگو بوده است. وی در تبیین مؤلفه های انتخابات آزاد که مد نظرش هست افزود: آنچه در انتخابات دیده ایم، هر کس که توانسته است با 1 شناسنامه و 4 عکس ثبت نام کرده است. تایید صلاحیت ها نیز قانون خود را دارد و هیچ کس بدون قانون نمیتواند اظهار نظر کند و رأی دادن هم کاملا آزاد است.
اما یک نماینده مجلس گفته که دولت احمدی نژاد با تخریب شکل گرفته و حالا ساختار شکن شده است. عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس با اظهار نگرانی از جریان تخریبی و ساختار شکنی دولت در آستانه انتخابات 11 گفت دولت از حربه‌ای که در انتخابات 9 و 10 بهره برد در این دوره نیز علیه افرادی که میتوانند در انتخابات 11 نقشی داشته باشند استفاده میکند. عوض هیدرپور در گفتگو با خبرنگار ایلنا انتخابات 11 ریاست جمهوری را بین دو جریان اقتدارگرایی که با کمک یکدیگر دولت‌های 9 و 10 را شکل دادند دانست و گفت اصولگرایان یک طرف هستند و جریان انحراف طرف دیگر. آنچه مایه نگرانی است جریان انحراف است که هم اداره کشور و ساختار را در دست دارد، هم امکانات بسیار وسیعی را از قبل تدارک و پیش بینی کردند و برای انتخابات آماده شدند. بازداشت چند نفر در ارتباط با پرونده مالی بنیاد شهید، تعدادی به خارج از کشور رفتند. امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوسر خبر داد. خجسته با بیان اینکه دامنه تحقیق و تحفظ مجلس از بنیاد شهید تا بانک دی و سازمان اقتصادی کوسر گسترده شده گفت گزارش های کاملی به مجلس می رسد. حکم جلب تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده و تعدادی هم دستگیر شدند. اما محمد حسن طریقت منفرد با کمترین رأی وزیر بهداشت شد. محمد حسن طریقت منفرد با وزیر پیشنهادی بهداشت دفاع در جلسه مجلس با اختلاف یک رأی از مجلس رأی اعتماد گرفت و وزیر شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارتخانه بهداشت درمان به وی رأی اعتماد دادند. از مجموع 224 آرا مأخوذه محمد حسن طریقت منفرد با 113 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع وزیر بهداشت شد. ورود سرنگ‌های چینی استریل نشده به کشور. مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر گفت وزارت بهداشت با وجود تولید سرنگ‌های مرغوب در کشور، بی‌رویه مجوز واردات این کالا را صادر می‌کند و ما نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده را در بازار کشف کردیم. این در حالی است که مدیر وزارت بهداشت مدعی است که مشاهده مواردی از سرنگ‌های غیر استریل از چین به کشور واقعیت ندارد و تمام سرنگ‌هایی که با مجوز وزارت بهداشت از کشورهای مختلف از جمله چین به کشور وارد شده استاندارد و استریل هستند. اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حداقل دستمزد سال 92، این توهین و تحقر کارگران است. هنوز چند روز از تصویب مصوبه مزدی شورای عالی کار نگذشته است که تشکل‌های کارگری مستقل در این روزهای پایانی سال به تکاپو افتادند و با صدور بیانیه‌هایی نسبت به پایمال شدن ماده 41 قانون کار و لحاظ نکردن هزینه‌های زندگی یک خانواده 4 نفره در تعیین حداقل مزد سال آینده اعتراضشان را اعلام داشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به عنوان یکی از این تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه‌ای مصوبه مزد شورای عالی کار را توهین به طبقه کارگر اعلام کرده است و از حق اعتراض کارگران برای ابطال این مصوبه دفاع کردم. اما هشدار رئیس داروخانه 13 آبان نسبت به قحطی دارو، دیگر نمیدانیم باید چه کنیم. رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسامی داروهای بیهوشی را که در بازار موجود نیست اعلام کرد. خیرالله غلامی در گفتگو با ایلنا گفت که بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروی بیهوشی ندارند که این به واسطه پر بودن انبارهای ذخیره آنهاست. وی با شمردن داروهای بیهوشی که اکنون در بازار موجود نیست گفت داروهای بیهوشی آتراکوریوم، سوفلوران، ایزوفلوران در بازار موجود نیست یا خیلی کم است. اگر وضعیت اینطور پیش رود واقعا نمی‌دانیم باید چه کنیم.